دوشنبه 17 ژوئن برابر با 28 خرداد سومین جلسه دادگاه رمضان سلطان محمدی کارمند دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در یکی از دادگاه‌های ایالتی مریلند برگزار شد. فردی که سیامک آرام و چند تن از فعالان ایرانی در واشنگتن را تهدید به مرگ کرده بود و در نهایت دادگاه پس از شنیدن اظهارات طرفین و وکلایشان و همچنین بررسی اسناد و مدارک رمضان سلطان محمدی را به دلیل به خطر انداختن جان سیامک آرام مقصر شناخت. اما علاوه بر اهمیت این دادگاه، حضور دو مرد نقابدار در همراهی با این کارمند دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی بود که با واکنش‌های گسترده‌ای هم روبرو شد. برای جزئیات بیشتر همکارم روزیتا ایران دوست که دیروز به این دادگاه رفته بود اینجا در استودیو با ماست، خوش آمدی روزیتا. این نقابدارها کیا بودن؟ از اینها برای ما بگو. اینکه حالا هویتشون چی بود قطعا مشخص میشه در روزهای آینده، ولی بعد از اینکه دادگاه تموم شد، تقریبا دادگاه طولانی هم بود، 5 ساعتی بود ما در خود صحنه دادگاه حضور داشتیم تا نتیجه مشخص بشه. بعدش که اومدن بیرون، سجاد پسر آقای رمضان سلطان محمدی در پشت دادگاه که دو در داشت، در پشت ایستاده بود با این دو مرد نقابدار که حالا هدفی هم قطعا داشتن، ولی یه پلاکارد هم دستش بود، یه برگه که از رفح داشت حمایت میکرد. منم می‌خواستم ازش بپرسم خب در مورد بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی نظرش چیه، که خب اینا اومدن جلو که بخشش هم آماده داریم. یادم که اسم کشته شده ها هم گفتی. بله دقیقاً، نیکا شاکرمی رو من نام بردم و گفتم بسیاری از جوانانی که در اعتراضات 1401 جانشون رو از دست دادن، نظرتون چیه که خب این به اصطلاح بادیگارد اومد جلو؟ این بخش آماده است، بد نیست با هم ببینیم. آقای سلطان محمدی، یه سوال دیگه ازتون دارن. شما آیزان رفح رو دستتون گرفتین، درباره نیکا شاکرمی، تمام جوانانی که در اعتراضات 1401 جانشون رو از دست دادن، من میتونم از شما هم بپرسم؟ شما دمایل دارین صحبت کنین؟ من میخوام ازشون یه سوال. من خبرنگارم، خبرنگار صدای آمریکا، کارم همینه که از دیگران سوال بکنم. اگر تمایل دارین میتونین پاسخ بدین به سوال من. دوست دارین صحبت کنین؟ روزی تا واقعا اصلا یه حالت عجیبی داره. مشخص محافظ ما زیاد دیدیم تو این کشور، این چه وضعی با این نقاب ها با این شکل و شمایل، همه همینو میگن. هدفشون چی بود اصلا؟ ببین، قطعا اینا با یه هدف خاصی اومده بودن، به ظاهر میخواستن هراس افکنی کنن، ولی استنباط من از این داستان فقط نمایشی بیش نبود و اینا فقط هدفشون این بود که باقی افرادی که قرار بود از دادگاه بیان بیرون، ما متوجه بیرون اومدن اونا نشیم، که نخواهیم بریم از اونا سوال کنیم، که خب بالاخره ما هم دویدیم دنبالشون. این رو هم اشاره کنم که آریان، در اون پشت اون در خب نیروی امنیتی دادگاه بودن، اینا سعی کردن اونجا خب خیلی صلح طلبانه برخورد بکنن، قلب نشون بدن، ولی زمانی که وارد پارکینگ میشدن کاملا دستاشون رو نگه داشته بودن. دو بار هم دستش رو به من زد که من بهش گفتم مراقب باش، به من دست نزن و اینجا یک مکان عمومیه، تو نمیتونی مانع ما بشی از اینجا بخوایم عبور کنیم. آخه اصلا برعکس اون هدفشون هم عمل کردن، میخواستن ترسناک بشن و رعب و وحشت ایجاد کنن، بیشتر مضحک شدن. خب این ویدیو توی شبکه‌های اجتماعی هم خیلی بازخوردهای زیادی داشت، کاربران چیا گفتن؟ نظرات خیلی زیاد بود. من فقط نظرات پست صدای آمریکا که خب اختصاصی خودمون بود، خیلی هم نظر گرفته بود، و اگه بخوام جمع بندی کنم، خیلی‌ها به غرب اشاره کرده بودن، غرب رو مقصر می‌دونستن، می‌گفتن جمهوری اسلامی به خاطر کاری که غرب کرده، کوتاهی کردن غرب، تونسته کاری که در داخل مرزهای ایران می‌کنه رو به خارج از مرزها ببره. و بخشی اشاره کرده بودند به مسئله فقر و مشکلات اقتصادی در جامعه ایران و هزینه هایی که آقازاده ها در خارج از ایران، همین به قول معروف بریز و به پاش هایی که آقازاده ها دارن. یکی دیگه از موارد همین ظاهر عجیب اینا بود که برخی اشاره کرده بودن که مثل اون مأموری میمونه که صندلی رو از زیر پای محکوم به اعدام داره میکشه. و البته خب بازار طنز هم که همیشه میدونی داغه، که خیلی ها میگفتن که اینا به هرچی شبیه هن به غیر از بادیگارد. واقعا با اون شمایل قلب نشون دادن از اون اتفاقاییه که فقط این میتونه بیفته. سپاسگزارم از تو روزیتا ایران دوست اینجا در استودیو با ما.